ברוכים הבאים חדמת דוסטון העזיז פרשה חוקת قسمت اول پارشه درباره پاره ادوما صحبت میکنه بلافاصله بعد از این که پارشه پاره ادوما به اتمام میرسه تورا میفهماد و یاوو بنی اسرائیل کل عیدا من میبر سین تمام جماعت اسرائیل اومدن توی بیابون سین و خود شهرشون و یه شفه همون به کادش یه شهری به نام کادش که تو این بیابونه بود مردم سکنا گذیندن و تامود شام میریام همون شهره تو کادش شام میریام فوت شد و تیکابر شام و همونجا قبرش کردن. راشی میفرما چرا تورا فوت میریام را گذاشته درست بعد از پارشای پارادوما؟ به خاطر که همونطور که پارادوما متحر میکنه مخپر میکنه از گناه جماعت اسرائیل، همچنین میدت صدیکیم مخپر میکنه گناه جماعت اسرائیل. حالا تورا ننوشته چرا میریام فوت کرد، چه گناهی کرد که فوت بکنه. نوشته تمام جماعت ایسال اومدن تو این میدبر سین تو شهر کادش. راشی میگه تمام کسایی که لاشون هارا گفته بودن درباره مرگلیم جاسوسا، همه اونایی که قرار بود بمیرن مردن. واسه تمام جماعت ایسال اومدن، تمام جماعت زنده که دیگه اینا کسی قرار نیست از اینا فوت بشه به خاطر گناه مرگلیم، اینا اومدن توی این میدباره و میریام فوت شد. دلیل فوت چی ننوشت؟ و بلافاصله بعد از این که میریام فوت بشه، جماعت ایسال اومدن بخوان برن سرزمین اسرائیل، اومدن کنار کشور ادوم و از ادومیا اجازه گرفتن که از توی کشورشون رد بشن برن برسن به اسرائیل، میون بر بزنن. و ایمائل ادوم نتون ات اسرائیل عوار بگولو، امتناع ورزید کشور ادوم که بدانت جماعت اسرائیل بتونن از توی زمینشون رد بشن برن، و مجبور شدن جماعت اسرائیل دور بزنن تمام کشور ادوم را که بخوام وارد سرزمین اسرائیل بشن. نوشته درست بعد از این ویس اومی کادش، از کادش که میخواستن برن تو کشور ادوم رد بشن برن تو اسرائیل نتونستن، جماعت اسرائیل کادش که میریام فوت شده بود رفتن کل عیدا هورهار، رفتن یه جایی به نام هورهار که یه کوهی بالای کوه دیگه بود. و یوم رشم ال موشه و ال اهرون به هورهار در اینجا گفت و یه آصف اهرون الاما، اهرون باید فوت بشه بره به ملحق بشه به اجدادی، وقتی که الان باید اهرون فوت بشه. راشی میفهماد خب اهرون چه گناهی کرده بود که باید فوت بشه؟ نوشته به خاطر که نوشته میپنش نیت خبرو کان لحیت کرو لعیسا و راشا، چون که جماعت ایسار خواستن از کشور ادوم که مال ایساوه رد بشن برن، فقط میخواستن از میون این کشوره برن. خب این کشوره مردم چطوری لباس پوشیدن، زناشون چطوری هستن، چه چیز خیلی نادرستیه که جماعت اسرائیل بخوان از داخل جماعت ناز پاک این کشور رد بشن با اینکه میون بره. راشی میفهمه چون که ما خواستیم نزدیکی کنیم، نزدیکیمون چیه که فقط تو کشور رد بشیم؟ به گناهی که ما مرتکب شدیم که میخواییم از جماعت ادوم رد بشیم، حکادش باره اهرون رو از ما گرفت، اهرون رو ردیم فوت کرد درست بعد از این تقاضای جماعت اسرائیل که بخوان از کشور ادوم رد بشن. به موشه ربین رو هم میدونیم به خاطری که به صخره زد به جایی که صحبت بکنه با صخره، به خاطر این گناه حقا بشه بارخو گفت که موشه نمیتونه وارد سرزمین اسرائیل بشه. پس
دلیل فوت اهرون نوشته، دلیل فوت موشه ربینو علیه السلام نوشته، ولی کن چرا نوشته که مریم فوت شد؟ دلیل فوت مریم نمیدونیم چیه. نه اگه نگاه بکنیم بگذرد یه خورده، یه نکته خورده، یه خورده بیشتر. مریم فوت شد واسه این چشمه آبی که 40 سال جماعت ایسال داشتم به ار مریم، که با جماعت ایسال این سنگی بود که از چشمه می اومد بیرون و این چشمه قسمت میشه و میرفت تمام 12 شباتی ما آب میداد. مریم که فوت شد این چشمه بسته شد، آب نداشتن، واسه این جماعت اومدن گلایه گرفتن به موشه ربینو. هشم به موشه گفت برو به سخره صحبت کن، عصاش گرفت موشه زد به صخره، و به خاطر که موشه و هارون دوتاش این کار انجام دادن به خاطر گناه و ضربت زدن به صخره، دوتا این برخواست فوت شدن. پس می‌بینیم تمام اون چیزی که شروع شد میتت مریم باعث شد اهرون و موشه هم فوت کنن. به خاطر آب نبود و اینا اومدن سعی کردن آب بیارن، اشتباه کردن و به خاطر این دو برخواه دیگه شما مردن. پس اینکه این فوت 3 نفر متصل به همه، ولی هنوز ما دلیل فوت مریم رو نمیدونیم چیه، ولی این هم ستاشون با هم متصل به هم دیگه. پس اینجا ربین و حتم سفر می فرما همونطور که خخامی می فرماند هم سپر لاشون هرا، کسی که لاشون هرا بگه 3 نفر کشته میشه، کسی که صحبت میکنه، کسی که میشنوه و کسی که دربارش صحبت میکنه. مریم در خفا اومد با اهرون گفت درباره موشه، ختم توفه خیال میگه میفهمد که خیال نکن که گفتار خز و خخامیم گزافه، اینا دارن یه چیزی خیلی بزرگتر از اون هست جلوهشون میدن. Here it is. مریم صحبت کرد به خاطر لاشونواری که گفت بلا فاصله نوشته مریم فوت شد، ولی کن چون که مریم باعث شد که اهرون و موشه اوسا تو این لاشون ها را شرکت بکنن به خاطر درباره موشه صحبت کردن و اهرون حرفا را شنید، به خاطر این مرگ اهرون و موشه هم پشت سر مریم میاد، به خاطر آب نبود اینا اومدن زدن به صخره، دو برخاتشون هم باعث فوتش شد. هیردید گفتار خزل که ایلاشون ها را 3 نفر را میکشه، هیردید بزرگترین 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 صدیقی می که تو جماعتی سال وجود داره، اکانیس بارخو داره به ما نشون میده که این هیردید it applies to the biggest صدیقی. وای به دیگران که صد البته به اونا مستاقه. such a powerful لیمودی که ختم توفی به ما نشون میده که در انتهای این انجام شد. Now خط مریوا چی بود که موشه ربین اومد صخره زد باید صحبت میکرد؟ راشی میگه بخواد که با صحبت میکردم با صخره. رمبن توی خماش میفهماد نسی که کسی با صخره صحبت کنه آب بده، با نسی که کسی ضربت بزنه به یه صخره آب بده فرقی نمی کنه، دوتاش یه درجه هستن. صخره ای که سفته و توش هیچی نداره چه فرقی می کنه ضربت بزنی بهش آب بده یا صحبت کنی آب بده؟ Both of them is a miracle in the same level. تا پروش راشی کوشیا میگیره
چه فرق میکنه صحبت کنی یه نسه، حالا ما بیان بگیریم هزار دفعه به یه صخره بزنیم آب ازش میاد بیرون؟ نه، تو زمین رو بزن صد دفعه با چوب بزن به زمین، آب میاد نمیاد بیرون؟ همونطوری که موشه رب دینون با صحبت با صخره زدن فرقی نمیکنه. یا بینو حتم سوفر میگه به خاطری که حکادش بارخو به موشه و اهرون گفت میریام لاشنها را گفت، اگر شما با صخره صحبت میکردید و صخره آب میداد، مردم میفهمیدن که چقدر اهمیت صحبته. هیر دید موشه ربینو یک کلمه میگه آب بده، آب داد. اون موقع اهمیت و مؤثر بودن صحبت و کلام انسان به گوش مردم میفهمید، مردم میدیدن. اون موقع میگفتن اگه بگی آب بده آب بده و موقع شدم لاشنها را بگه مضر و ضرر میزنه به همه کسایی که این والف هستن تو این لاشنها را. اون موقع یاد میگرفتن درست. ولی اگه موقعی که ضربت بزنی و آب بده همون نسب به همون درجه هست، ولی که این مستاری که صحبت is essential و لاشنها را چیز بدی یا جمادی سال یاد نمی گرفتن از این ضربت. مثل نشه میگه لا کیدشت موتی، با صحبت اگه میگفتید ببینید که چقدر ارزش یک کلمه صحبتی. تو اون موقع اهمیت لاشنها را رو مردم میفهمیدن، میگفتن چقدر مضر، پرهیز میکنن از گفتن لاشنها. اون موقع اسم هاشم مقدس میشون. و چون که اینا نتونستن همچی کاری انجام بدن، اون موقع لاشنها رای میریام مؤثر شد تو بدن. اگر اینا با صحبت میگفتن این لاشنها رایی که سه نفر رو بکشه، اون موقع اهرون و موشه خونسا میشدن، بخواد که با مقدس کردن اسم هاشم که ببینید چقدر ارجی بالایی صحبت کردنه، اون مرگ از خودشون کنسل میتونستن بکنن، باطل میشون. ولی اگر حالا که همچین چیزی یا نتونستن نجام بدن، اون موقع اون اونشی که تراتنی که داشته گفته که لاشنها را سه نفر را میکشه پاگیر شد و هر ستاشون یکی بعد از دیگری رفت. میریام به خاطر لاشنها را، اهرون به خاطر که نزدیکی کردن با اون مطالعه. از اینجا ببینیم چقدر درجه بالایی داری که ما باید از اون مطالعه دور بشیم، نه فقط تو جشناشون نباشیم، تو گرده همایشون نباشیم، فقط از رد شدن تو بین اینا بودن توی نیبرهود با امه تعالیم اگه بتونه کسی اوید بکنه با تمام قوت و جانش با دادم کار انجام بده. بخواد که آدم موقعی که چیزای نادرست امه تعالیم رو میبینه تحت تأثیر قرار میگیره. چه درجه بالایی، چه چیز مهمیه که بچه هایمون در این ایام تابستون برن کمپی که دور باشن از تمام این ناپاکی هایی که این شهرهای ما را در بر گرفته. محیط سالم پاک کدوشایی هست که تورا تفیلا و البته گردش و ورزش و اکتیویتی های با هم دیگه ایز ترومندس شالودهی درست میکنه واسه بچه های ما که آتیشون قوی بشه که بتونن آدم های خدا ترس و یه شمعی باشن. انشالله هاشم ادوارا کمک میکنه که بتونیم از این پارشای توراتن میشه اون درس عبرتی که توراتن قدوشه به ما یاد میده و هر تیکه و تیکه ای چقدر اسرار و چقدر موسی و چقدر گفتار عظیمی که هاشم دواراخ داره این مسیجایی به ما یاد میده که ببین چه اتفاق افتاد بسه بزرگان و بزرگان و بزرگان دنیا و چقدر اینا رو ما باید بگیریم و توی زندگی خود روزمره خودمون به اجرا بیاریم. انشاءالله هاشم دواراخ یه احسن نیستیم و نفلاوت جماعت ایسال دیمیدید که به ازدشم به گولا شلما بیمهراف یا منو شبا چلو میوراخ.